به نام آن که هستی نام از او یافت با درود فراوان به بر... بیننده های عزیز برنامه پرتو نور خوشحالیم که باز به خانه شما آمدیم و در خدمت شما عزیزان هستیم بحث امروز ما دنباله بحث چند جلسه قبل ما که در مورد راز خلقت انسان بود ادامه پیدا خواهد کرد بنا به درخواست شما عزیزان سوالات فراوان دیگه ای که داشتین باز ما اومدیم اینا رو جمع آوری کردیم و از مهمان عزیزمون خواهش کردیم که تشریف بیارن و این بحثی رو که خودشون شروع کرده بودن این بحث رو به پایان برسونن امیدواریم که بتونیم تو این جلسه همه سوالات شما را جواب داده باشیم به هر حال هم که در جریانین موضوع از این قرار بود که ما بررسی کنیم این آدم و هوا از کجا شروع شد آیا خلقت انسان با آدم و هوا شروع شد یا مسئولیت و انسان بودن و جدا از حیوانات دیگر بودن انسان از آدم و هوا شروع شد این بحثی که حتما آقای مهندس بازرگان برای شما توضیحی خواهند داد از چند جلسه گذشته که در خدمتون بودیم و بعدا به سوالات بعدیمون ادامه خواهیم داد آقای بازرگان خیلی خوش آمدین ما دوباره میخوایم این بحث برنامه درخواست از عزیزمون ادامه بدیم امیدواریم که دیگه تو این جلسه بتونیم که به اینو برسیم. به جایی برسیم و خلاصه یه نتیجه ای از سناریوی آدم و هوا گرفته باشیم امیدوارم خواهش میکنم اگه <applause> سوالاتون زیاد نباشه سوالات نه ان سعی <تصفح> میکنیم کمش کنیم با هم به قول کامباینش کنیم ولی اگه شما لطف کنیم یه مقداری توضیح بدین راجبه یه توضیح کوچیکی بله. راجبه چند نکته مهمی که ما از این داستان از قرآن میتونیم بگیریم بله میکنم به نام آفریدگار دانای فرزانه و با سلام خدمت بینندگان گرامی در دو جلسه گذشته بحثی بر اساس سوالات مطرح شده ارائه شد که نظارت داشت بر مسئله خلقت آدم بر حسب اونچه که در اسطوره های دینی گفته شده قصه های مربوط به انسان اولیه, و سوالاتی پیرامون این قضیه که آدم حوا کجا بودند آیا اینها اولین بودند بر اساس این پندار باستانی که پیروان ادیان تصورشون این بوده که آدم هوای خلقت مستقلی از بقیه موجودات داشتن این تئوری فیکسیزم در واقع یا ترانسفورمیزم بوده انسان متعلق و مرتبط و متصل به سلسله تکامل موجودات زنده بوده تنوع انواع در واقع در کره زمین بوده بحثایی در این زمینه بود برخی از اشارات و نشانه های قرآن رو سعی کردیم بررسی بکنیم مسئله اختیار انسان آزادی که خداوند به انسان داده به چه منظوری بوده مسئله سجده فرشتگان اینا البته همه در قالب سمبولیک به صورت نمادین با زبان استعاره و تمثیل و تشبیه و تجسیم داره گفته میشه سجده چه معنایی داشته حبوط انسان و یعنی آدم و هوا از بهشت به چه معنا بوده اون شجره ای که بر حال قرار بود بهش نزدیک نشن این چه مفهومی داشت چه پیامی داشت اینکه که آدم و همسرش مرتکب اون خطا شدن به چه دلیل بود و دشمنی های بعدی اختلافات اینا رو سعی کردیم در جلسه گذشته تا یه حدودی اون چیزی که به نظرمون میرسید بحث کنیم مسئله رابطه اختیار و آزادی به حد حق انتخاب انسان که این چه آثاری بر او مترتب بوده در حال برخی از سوالات تا حدودی که مقدور بود دانش ما اجازه میداد و فرصت براش بود پاسخی دادیم حالا ظاهرا چند تا سوال دیگه هم هست سعی می کنیم که اینا رو هم بازش بکنیم امیدوارم با کمک شما و مطالب و پیشنهادهای که میدین یک کار تحقیقی و تدبری رو بتونیم در این زمینه پیش ببریم انشالله برای خیلی ممنون همشتر. مرسی همطور که شما بهش اشاره کردیم بیننده عزیز ما راجبه اینکه بهش کجا صحبت کردیم راجبه میبه بهشتی که قرار بود که آدم و حوا دست نزنن صحبت شد و تا رسیدیم به اینجایی که حالا میخوایم ببینیم که حالا اومدن این میوه رو بنا به داستانی که برای اکثریت مردم مطرحه اینه که اومدن خب میورم خوردن حالا بعد اینجا مسئله که سوالی که مطرح شده اینه که چون دیگه معتقدن فکر میکردن که انسان اولیه حتی مثلا مثل انسانهای قبل از قارنشینی بوده و لخت و اوریان بودن و این میوه ممنوع که میخورن تازه متوجه میشن که اینا لخت و اوریان هستن ولی از آیات قرآن همطور که قبلا هم شما م... من بهش اشاره کردین در حقیقت با خوردن اون اون میوه شجره ممنوعه در حقیقت احساس اوریان بودن به آدم دست داده میشه که خب البته میورم شما توضیح دادین شجره چی بود و این باعث میشه که لخت احساس لخت و اوریان بودن بکنن و و در زن به زمین حبود پیدا کنن که خب شما توضیح دادین ولی راجع به اینکه چه این احساس و این چه راز و رمزی در این بوده که اصلا آدم احساس لختی بکنه آیا واقعا و خودشو سعی کنه با برگ بپوشونه اصلا آیا واقعا لخت بوده آیا چه لباسی تنش آیا مسئله این لباس اینجا منظور چیه لطف کنین راجع به این توضیح بدین بیننده عزیز بله خب باز من مجبورم که یه توضیحی که دفعه گذشته دادم باز اون رو تکرار بکنم که کل این ماجرا به زبان استعاره است به زبان قابل فهم و درک ماست اصولا مسائل فرازمانی فرامکانی که مربوط به یه بعد گسترده تاریخی است مسئله ای که نمیدونیم حالا چند هزار سال پیش پنج هزار ده هزار سال قبل اتفاق افتاده و با یک زبانی میخواد این منتقل بشه به مردم عصرها و نسلهای مختلف در مکانهای مختلف بنابراین به یک زبان استعاره ای همباره گفته میشه از اونجایی که این قضایی از صده های قبل مطرح بوده و برای انسان های اولیه دو چیز قابل فهم و درک و لمستر هستش یکی خوردن یعنی شکم و شهوت برای این تو این داستان میبینیم خوردن شجره مطرحه و آشکار شدن اندام های جنسی اینو همه میفهمن اگه قرار بود به یه زبان فلسفی گفته میشد که مثلا بدیهاتون آشکار میشه ذهنیت های مثلا غیر مناسب شما ظهور میکنه مردم میگن ذهنیت یعنی چی روح و روان یعنی چی احساس عرفانی یعنی چی ممکنه ما دوست داشته باشیم به یه زبان خیلی زیبای عرفانی امروز بر ما گفته بشه ولی نباید فراموش بکنیم که این مسائل مربوط به دین که متعلقه به همه مردم هست بحنه. نمیتونه زبان علمی باشه فلسفی باشه در یک فرهنگ خاصی حالا فرهنگ امروزه غرب شرق ایران هند اروپا است طبیعتا یه زبانی که همه انسان ها بفهمند دفعه گذشته اشاره کردم مسائل مربوط حالا ایام نوروز هم نزدیک هستیم مسئله فرض بفهمه چهارشنبه سوری سیزده بدر هفت سین یا راجع به شریعت های دیگه اینا همش یه ظرفه یه قالبه برای رسوندن پیام های مختلف در قرآن هم هست میگه ولی کل امت اینجا من هر مردمی هر امتی یه مناسکی یه ریچوال هایی آدابی برای خودش داره فلا یونازع نکه فلهم نباید در این موضوعات نزاعی درگیری باشه حج برای خودش یک مجموعه مناسکه یا شاعر حجه جریان خلقت آدم هم در واقع در این چارچوب است اما اشاره کردید به مسئله اوریان بودن تصور عمومی مردم اینه که بله آدم و حوا در بهش زندگی می کردند هر دو اوریان بودن هیچ اشعاری احساسی به اندام جنسی خودشون نداشتن وقتی که از اون شجره از اون درخت می خورند و احساس بر حال اوریان بودن شرم, میکنند و شروع میکنن از برگ مثلا درختان بهشتی بر خودشون پوشوندن این تصور جا سنتی است که همه ای مردم این تصور رو میکنن و تابلوهای نقاشی هم اتفاقا کشیده شده در این مورد فراون هم ایرانی ها و هم اروپایی ها مسیحی هم در این مورد چیزهایی کشیدن ولی مطلقا در قرآن سخن از اوریان بودن اینا نکرده اینی که گفتین اوریان باید. هستن اصلا یک بارم کلمه در واقع اینی که اوریان شدن در واقع اندام جنسیشون بر اونها آشکار شد اصلا نیامده همه جا میگه بدت لهما سوعاته ما سوعات نیست سو بدی ها از اون به بعد مفهوم بدی برشون آشکار شد بدی های نهفته در درونشون بروز کرد ظهور کرد حالا چون انسان ها میخواستن قضیه رو بفهمن تشبیه به اندام های جنسی کردن در واقع حالا من توضیح میدم اصلا در قرآن گفته اونا هیچ وقت لخ نبودند که حالا شروع بکنند به پوشیدن خودشون تمثیلی هست در قرآن میگه وقتی خدا به آدم و همسرش گفت که در بهشت اسکان پیدا بکنید از ویژگی های بهشت میگه ان لک الله تجوع فیها ولا تعرا تو در اونجا هیچ وقت نه نمیشی نه اوریان میمونی بله یعنی نشون میده یک محیطی است که هم لباس هم داره. لباس داره حالا به هر معنا لباسی بله. میگه ولا تزماهی یا ولا تزها نه تشنه میشی نه در واقع گرما میشی در واقع یه محیط راحت محیط فراوانی برات اونجا هستش یا در جای دیگه قرآن اشاره هست میگه که تلاش شیطان این بود که ینزع و انهما لباسه هما تمام تلاش شیطان این بود که لباس اونها رو بکنه منظور لباس چیه؟ ده. اون موقع که هنوز صنعت لباس و پارچه و اینها نبود کدوم لباس هستش؟ یعنی زو انهما لباسه هما لریوری هما ماوری انهما تا اون چیزی که برشون پوشیده و پنهان بود آشکار بکنه شیطان در همون سوره ظاهرا عراف هستش یا تاهاس میگه که خداوند سه نوع لباس برای شما فرستاده لباسن یواری سواتکم لباسی که در واقع بدیهاتون رو میپوشونه ریشن ریش به معنی آرایشه لباس های فاخر لباس های آرش... آرایشی لباس های زیبایی که در جامعه بپوشید در واقع با هم حسن معاشرت داشته باشید خوشتون بیاد در برخورد با همدیگه لباس جنده و ژولیده و نمیدونم لباس آلوده و کثیفی نباشه و لباس تقوا و مهمترین لباس لباس تقواست زالکه خیرون این لباس بهترین لباسه زالکه من آیات الله تقوا از آیات خداست تقوا یعنی سلف کنترل یعنی اینی که در نهاد بشر یک نیروی گذاشته شده که میتونه علیه تمایلات خودش مقاومت بکنه ترمز بکنه میگه این از نشانه های خداست حیوانات که تقوا ندارن حیوان هرچی که غریزش حکم کنه همون کار میکنه هیچ حیوانی خودشو مهار نمیکنه کنترل نمیکنه جلو خشمشو نمیگیره ولی میگه اینی که در درون شما یک نیروی مهار کننده هست یک پلیس درونی دارید یک وجدان کنترل کننده وجود داره اراده ای هست که علا رقم تمایلات نفستون بسپسه های نفستون تغییر جهت میده به شما در زندگی این خودش نشانه خداست اینو کی گذاشته؟ کی این نیرو رو به شما داده؟ میگه عالیترین لباس شما لباس تقواست لباس تقوا یعنی چی؟ یعنی اگه لباس های معمولی ما رو در برابر سرما حفظ میکنه در برابر گرما حفظ میکنه زشتی های اندام منو میپوشونه فاخر میکنه به ما در واقع جنبه آرایشی میده ما فقط در برابر سرما و گرمای بیرون که نیستیم در برابر تحریکات نفسمون تحریکای شیطانی که عکس عمل ظالمانه متجاوزانه با دیگران داشته باشیم اون قرار داریم دیگه پس ما در معرض جنبه منفی وجودی خودمون هست چه چیزی ما رو حفظ میکنه لباس به معنای پوشش محافظه میگه مهمترین لباسی که خدا به شما داده لباس تقواست اونی که محافظ شما هست در برابر عوامل مزاحم بیرونی میکروب های رفتاری اخلاقی که از بیرون هست بنابراین اون که میگه میگه شیطان تمام تلاشش این بود که یعنی زعو انهما لباسه هما لباس اینها رو بکنه یعنی آدم و همسرش که در یک مرحله اختیار و اراده قرار داشتند به نیروی تقوا باید خودشون رو مهار میکردن برای چی اون لباس بکنه لیوری لیوری انهما ما س... وری انهما من سوعاته هما تا اون بدیهاشون که نهفته بود به صورت کمون بود در درونشون آگاهی و اشعاری نداشتند آشکار بشه شاید یه مقداری به حال فهم مسئله پیچیده باشه من یه مثال اجازه بدیم بزنم ببینید ما وقتی که در غذا خوردنمون بی مبالاتی میکنیم غذای زیادی میخوریم یا غذای نامناسب میخوریم آثار منفیش ظاهر میشه دل درد میگیریم دچار سوء حازمه میشیم سردرد میگیریم قند خونمون میره بالا دچار دیابت میشیم کلسترولمون میره بالا عروق کرونرمون میگیره مشکل قلبی پیدا میکنیم یعنی با یک بد غذا خوردن با یک عدم رعایت بهداشت غذایی بدی آشکار میشه ظهور میکنه تا حالا معلوم نبود ما سلامت بودیم از اون به بعد یه مرتبه میبینیم مشکل پیدا کردیم دچار خدا نکرده سکته قلبی میشیم مغزی میشیم یعنی یه چیزی ظهور میکنه بروز میکنه قبلا آشکار نبود یا یه کسی بی میکنه در مسائل جنسی گرفتار ایدز میشه دچار نمیدونم سفلیس میشه بیماری های مختلف اینا هیچ کدوم آشکار نبود استعداد شما داشتیم در درونمون هست اینها ولی وقتی که کار خلاف و خطا میکنیم اینا ظهور پیدا میکنه حالا این یه مثال ساده البته قبلا انسان ها اختیار رو نداشتن یعنی ما در یک مرحله قبل از انسانی زندگی می کردیم اراده و اختیار نداشت آدمی از موقع که اختیار پیدا میکنه انتخاب میکنه نیست وقتی که انتخاب میکنه در انتخابش امکان اشتباه و خطا هم هست دیگه وقتی آدم خطا میکنه قبلا هم خدا آگاهش کرده احساس گناه میکنه احساس شرم میکنه هیچ حیوانی احساس گناه نمیکنه احساس گناه فقط متعلق به انسانه چون انسان آگاهی داره هیچ حیوانی شرم نداره هیچ حیوانی خودشو نمیپوشونه تا حالا دیدین یک حیوانی خودشو بپوشونه اصلا خجالت نمیکشن حیوانات اسب باغ و شده میره همه حیوانات لخت هستن چرا احساس خجالت نمیکنن برای اینکه هیچ با خطا نمیکنن هیچ حیوانی زیاده روی نمیکنه مطابق غریزه عمل میکنن بنابراین همونطوری که چشم خودشون رو نمی پوشن گوششون رو نمی پوشن دست و پاشون رو نمی اندام جنسیشون هم نمی پوشن. اصلا خجالتی نداره براشون هیچ خطایی انجام نمیشه برای اینکه صد درصد در درست عمل میکنن اون چی که خدا خواسته اون چی که طبیعت در واقع براشون قرار داده ولی از موقعی که انسان اراده پیدا میکنه اختیار پیدا میکنه اختیار در دوراهیه من میتونم کار بد بکنم میتونم کار خوب بکنم نیست؟ وقتی که در این دوراهی آدم قرار میگیره از یه طرف آگاهی داره از یه طرف هم تحت تاثیر وسوسه های نفس خودش و شیطان قرار داره وقتی خطا میکنه خودش که میدونه خطا کرده احساس شرم میکنه من چرا این کار کردم این مال من نبود این ناموس من نبود چرا مرتکب این کار شدم چرا تحت تاثیر قرائز خودم قرار گرفتم وقتی که آرام میگیره اون قرائز از اون نیروی خودش فروکش میکنه اون فوران و شدت قرائز جنسی یا دیگر آدم احساس پشیمانی میکنه نیست بله. احساس شرم منحصره به انسانه و احساس گناه میکنه نیست اینی که میگه وقتی که به این شجره نزدیک شدند یه مرتبه چیزایی که براشون پوشیده بود آشکار شد انسانهای قبل اختیار نداشتن اصلا آگاهی نداشتن بد و خوب یعنی چی در قدر احساس گناه احساس ده. گناه احساس کار اخلاقی یا ضد اخلاقی نداشتن این تجربه انسان اولیه است انسان اولیه اراده پیدا کرد آزادی که خدا درش داده بود تجربه کرد مزه کرد در واقع مزه کرد خلاف رو خطا رو به محضی که از اون شجره چشید بدت لهما سوعات بدی های مرتبه آشکار شد چرا من این کار کردم چرا اسیان کردم چرا فرمان خالقم رو زیر پا گذاشتم در واقع از اون به بعد میگه سوعاتشون آشکار شد هیچ جای قرآن نگفته اوراتشون این تصور توده مردمه بهم. یک بار هم در قرآن گفته نشده که اوراتشون آشکار شد سوعات از یهش سوه بدیها یعنی از اون به بعد حسادت رو میاد خشم کینه بخل حسد و یواش رواش رزائل اخلاقی خودش رو نشون میده قبلا هیچ کدوم اینا معلوم نبود هیچ حیوانی نمیشه گفت نسبت به حیوان دیگه حسادت میکنه این به اون کینه داره این بدخواه اونه جنگ و ستیز دارن ولی طبق قوانین طبیعت در واقع در چارچوب غریزه این کار میکنن اینی که اون مسئله به اون شکل مطرح نیست البته در یه جای قرآن گفته وقتی که بدی ها براشون آشکار میشه تفقا علیه ما من ورق الجنه شروع کردن با برگ بهشت خودشون رو پوشاندن برگ بهشت یعنی چی قبلا که بارها قرآن گفته که در بهش هیچ و اینا اوریان نبودند بلی. اصلا میگه در بهش اوریانی نیست و تمام تلاش ابلیس رو هم میگه تلاش ابلیس هم این بود که اینا رو اوریان بکنه ین زو هما لباس هما لباس اینها رو از اینها بکنه و توضیح هم قرآن داده که منظور از لباس لباس تقواست یعنی اوریان شدن از این نیروی محافظ از این پوسته محافظی است که ما داریم پس اون اوریانی که پیش میاد یعنی ما بیحفاظ میشیم هر سیستمی در دنیا یک چتر محافظ داره تو که کره زمین اتمسفر داره که در برابر اشعه ماورای بنفش نمیدونم اشعه های کیهانی سنگ های سرگردان حیات زمینی رو حفظ میکنه هر میوه یه پوسته ای داره در واقع یه هسته ای داره انسانم یک محافظی در واقع محافظش هم محافظ اراده خودشه که خودش رو باید حفظ بکنه انسان دیگه بی‌دفاع میشه وقتی که اراده به تعبیر قرآن میگه آدم اراده این از او نیافتیم پس حفاظی نداره چه بسا مسئله با برگ های بهشت خودشون رو پوشوندن یعنی در واقع با کارهای شایسته با کارهایی که رنگ بهشتی داره با کارهایی که جنبه الهی داره شروع کردن به مثلا جبران اونچه گذشته ولی چون ارز کردم این داستان به صورت سمبولیک گفته میشه برای فهم ماست که میگه خودشون رو شروع کردن پوشوندن و اینا قضیه اصلا چه سودی داره بر ما چه درسی داره، چه پند و پیامی داره که یه دی احساس لختی بودن کردن و برگ خواستن جلو خودشون رو بپوشونن قرآن، انجیل، تورات اینا که کتاب قصه، کتاب داستان قرار نیست باشه کتاب هدایته ولی با توضیحاتی که خود قرآن داده میبینیم مسئله فراتر از اینه به زبان استعاره است ولی در واقع پیامش پوشش تقوایی انسان در برابر خطرات شیطانی نفس خودش خیلی متشکرم از توضیحتون در این مورد ولی الان من یک آیه جلو چشمه که دلم میخواد اینم اگه لطف کنین یه توضیحی بدین براش که آیه شماره 21 سوره تاها من معنی فارسی شو میخونم اگه اجازه بدین میگه هر دو از آن درخت خوردن آنگاه لباس بهشتیشان فرو ریخت و اندام جنسی آنها در نظرشان آشکار شد و شروع کردن از برگ درختان بر خود بپوشانند. بدین قرار آدم پروردگار خیش را نافرمانی کرد و به راه تباهی افتاد اینجا منظور لباس بهشتی یعنی که آیا واقعا اینا قبلا هم تق... یعنی ما فکر کردیم که قبل از اینکه بخوان مسئولیت داشته باشه آدم یعنی در آدم و هوا موقعی که مسئولیت بهشون داده شد و احساس کردن که یک کارایی رو باید انج... میتونن انجام بدن یک کارایی رو نمیتونن و با لباس تقوا میتونن اون ترمز به صلاح داشته باشن ولی اینجا منظورش از لباس بهشتی که ورق الجنته توی آیه به کار برده اینجا منظورش چیه؟ ببین اینو مترجم اینو نوشته که حالا دو مرتبه بخونین من این آیه در خدمت شما جنسی آنها در نظر شما عربی شد, به بله بله اندام جنسی اصلا نگفته میگه فبدت لهما سوءاتهما سوءات عرض کردم از ریشه سوء بله یعنی بدی هاشون آشکار میشه ولی چون این مسائل به صورت در واقع چه جوری آدم بگه ذهنیه به صورت سمبولیک هست با. مترجم میخواد یه جوری به تودای مردم حالی کنه میگه اندام جنسی و اینا اینجا اگه اندام جنسی بود میگفت بدت لهما اوراته هما اورات با. نگفته یعنی همون مثالی که بنده زدم هیچ حیوانی احساس بدی نمیکنه هر کاری میکنه فرمان غریزه است در واقع داره انجام میده وقتی آدم اراده داره اگر کار بد بکنه میفهمه چرا من کینه به خرج دادم چرا من عصبانی شدم چرا خودخواهیم ظهور کرد بروز کرد یعنی با اراده و آزادی که بدی ها ظهور پیدا میکنه اگه آزادی نباشه که خب همه مثل فرشتگانن وقتی آزادی میشه از تو شمر به وجود میاد امام حسین به وجود میاد آدم های بد و خوب ظهور میکنن یعنی هم بدی های ذات انسان جلوه میکنه آدم های خبیس پدید میان و هم آدمای در واقع فرشته صفت دل. منظور از لباس بهشت اینجا کلمه لباس بهشت بلد. تو اصل عربیش نیامده مترجم برای فهم قضیه اینو نوشته بلد. بس همون میگه شیطان اون م... کلمه لباس هم در عربی یعنی پوشش اون پوشش محافظ اونها رو از تنشون در آورد یعنی آسیب بلد. دیدن بلد. اینا. بلد. آسیب به اصطلاح تحریکات و بسفسه های او رو دیدند وگه نه تمام بحث قرآن اینه که خدا میگه من لباس تقوا بر شما پوشاندم اون بهترین پوشش و لباس هستش خیلی ممنون از توضیحتون چون گاهی اوقات با وجود تمام توضیحاتی که میدین باز آدم احساس میکنه که یه آیاتی هست یا نمیتونه بفهمه یا میخواد مطمئن باید. بشه که منظور از این آیه چیست و واقعا من همیشه خوشحالم که این پیش میاد که شما آیاتو رو توضیح میدین و سوالی که همیشه من دوست دارم آخرش باز مطرح بکنیم و بیننده از عزیزم دوستان که ببینیم خب حالا این علت این اصلا چه تاثیری میتونه تو زندگی روزمره ما داشته چون ما هی میخوایم قرآن رو همچه که خداوند فرمودن ما با زمان خودمون تطبیق بدیم یعنی نگیم که چون اینجوری گفتن ما باید اون کار رو بکنیم خواهیم الان در این زمان و در این عصر ما چه این آیه چه دردی به ما میخوره چه مشکلی از ما رو حل میکنه یه توضیح کوچیک هم راجع به این بدیم بله. برای خب این بحث اساسی همینه که اصولا این قصه ها در کتاب های دینی آمده حالا فرض کنید کتاب مقدس تورات انجیل یا در قرآنه ما به عنوان یه قصه های تاریخی اینا رو داریم میخونیم به عنوان اساتیر رو برحال سرگرمی های تاریخیه یا به درد روزگار انس امروز ما میخوره بحث اینه که وقتی در قالب یک داستان سیمبالیک نمادین در واقع به زبان تشبیه و تمثیل داره یک واقعه فرامکانی رو مربوط به هزارهای قبل میگه این ناچار همطور که ارز کردم به زبان خاصی است ما امروز باید ببینیم در قرآن بلا فاصله بعد از این داستان رو مطرح کرده میگه یا بنی آدم فرزندان آدم یعنی نسل های بعدی بله. خطا ما خطاب هستیم قد انزلنا علیکم لباسن من بر شما لباسی قرار دادم که بدیهاتون بپوشونه و لباسی که براتون جنبه زیبایی و آرایش داشته باشه و لباس تقوا لباس تقوا لباس تقوا که این بهترین لباسه یعنی بلا فاصله به ما داره این میگه یه داستان نمودین رو گفته نمادین رو و بعد همطور که من توضیح دادم میگه لباس تقوا عالی ترین لباسه که انسان میتونه بپوشه و این از نشانه های خداست این از آیات خداست که در درون شما یک نیروی محافظی قرار داده خب این بحث رو اصلا میخواد مطرح کنه وقتی که این اشارات به انسان های اولی است میگه امروز هم در واقع اون چی که شما رو حفظ میکنه لباس کنترل تقوا در زبان عربی از بقایه میاد بقایه یعنی ترمز یه اتومبیل گاز داره که باید به سرعت بره فرمان داره که باید هدایتش رو بکنه در اون مسیری که میخواد توی دره نیفته چیزی هم که خیلی مهمه ترمز داشتنه آه. که اگه یه جایی کسی رو میخواد زیر بکنه یا برخورد بکنه به یه ماشین یه جایی وایسه بنابراین نیروی توقف کردن خود رو مهار کردن و ایستادن در برابر شتاب های قریزی این اصل و اساسه اون که میگه قرآن میگه که شما اگه این لباس رو نداشته باشین مفهوم لباس همطور که توضیح دادم آه. یعنی پوشش محافظ همطور که لباس معمولی ما ما رو در برابر سرما و گرما و آفتاب زدگی و اینا حفظ میکنه لباس اراده لباس الا به تعبیر قرآن تقوا محافظ ما در برابر خطاها و خلافها و خیانتها و در واقع قانون شکنی هایی است که در جامعه مقرر شده میگه در واقع اون مهمه اونو داره بر ما میگه بله درس و نتیجه گیری و پیامی که هست اینو داره خدا به ما میگه میگه پدرانتون رو آدم به همسرش رو در بهشت شیطان لباسشون رو کند شما مواظب باشین لباستون رو نکنه شما رو اوریان نکنه م. ممکنه در ظاهر آدم بخونه که منظور همین اوریانه لباسهای تنگ و کوتاهی که میپوشن منظور به طور کلی بی حفاظ و بی کنترل شدن انسان در برابر شتاب و فوران همه قرائزش اون مهمه در واقع پیام اصلی اینه نه فقط جنبه های ظاهری خیلی ممنون اجازه بدین سوال بعدی رو چون فرصتمون هم کمه هنوز سوال زیاد داریم اینجوری مدهش کنم که خب خیلی راجب این مسئله صحبت کردیم که با خوردن اون شجره خداوند فرمودن که مرتکب ظلم میشین میرین روی زمین حبوت میکنین روی زمین و ظلم میکنین همجوری که من الان این آیه رو نگاه میکنم آیه شماره 39 سوره بقرم خداوند میفرمایند که شما از بهش میرین پایین و اون از بهش میاین پایین و اونجا شروع میکنین به ظلم و ستم کردن و در اونجا خواهید ماند اینجا واقعا منظور این آیه و یا اینکه چه ربطی میتونه اینا داشته باشه لطف کنین توضیح بیشتری بر ما بدین بله که چه ربطی با ظلم بینش... داره بله بله کلمه یه ظلم ببینید وقتی که اصولا هر زبانی به ترجمه میاد حالا فرق نمیکنه به فارسی به انگلیسی فرانسه آلمانی اصولا بخشی از بار معنایی خودش رو از دست میده ظلم رو که یه کلمه عربیه به فارسی ستم ترجمه میکنن در قرآن هست که خداوند به ابلیس میگه که به آدم میگه که به این شجره نزدیک نشو که اگر نزدیک شدی لا تقربا حاضر شجره فتکونا من از ظالمین اون وقت از ظالمین خواهید شد خب به نظر آدم میرسه که چه ربطی داره نزدیک شدن به این شجره و اینکه آدم میشه جزو ظالمین داره. چه ظلمی هستش اول آدم باید معنی ظلم رو بفهمه که ظلم چیه اگه ستم باشه یعنی چی مرتکب من به کسی ستمی نکردم از این شجره ای که گفته نزدیک نشو خواستم بچشم من چه ده. مانعی داره چه اشکالی داره ببینید ظلم در زبان عربی مقابل عدله. عدل عدل عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش متعادل یه چیزی که هماهنگه ظلم یعنی خارج از هماهنگی چیزی که در جای خودش نباشه این کتاب اگر رو میزه اگر رو زمین باشه این ظلمه اگر کسی حق کسی رو هم پایمال میکنه به این میگن ظلم چرا؟ برای اینکه این حق متعلق به اونه تو از جایگاه خودش برداشتی این پول این رو خوردی هر چیزی که خلاف وضع طبیعی خودش وضع معقول خودش باشه میشه ظلم در قرآن این باج ظلم رو به درخت هم نسبت داده بله داستانش تو سوره کف میگه که باقی بود که هر دو تا باغ دو تا باغ کل الجنتین اتت او ها این هر دو تا باغ کاملا درخت ها میوه میدادن ولم تزلم منه شیعن درخت ها ظلم نمیکردن درخت ها کوچکترین ظلمی نمیکردن چی میخواد بگه یعنی درختی که داره آب مصرف میکنه از طبیعت از خاک داره انرژی میگیره از نور خورشید گرما داره میگیره با طبیعت داره تبادل انجام میده او میخواد چه نقشی رو ایفا بکنه وظیفه درخت یا نقشی که خدا برای درخت قرار داده اون میوه بده که این میوه شو پرندگان حیوانات انسان ها بخورن دیگه یعنی او این جای خالی رو داره پر میکنه نمیشه فقط آدم مصرف کننده باشه و هیچ کاری هم انجام نده پس ظلم میشه یه کار خلاف طبیعت خلاف جریانی که مقرر شده حالا خوردن از اون شجره همینطور که عرض کردم این شجره است که در واقع شجره شیطانی است بله. انسان قبل از اون تحت قرائز فرموله شده خدا قرار داشت یعنی قرائز بر اون دیکته میکنند انسانی که در مرحله قبل از حضرت آدم قرار داشت مثل بقیه حیوانات بود خودش انتخاب نمیکرد حالا وقتی که امکان انتخاب به وجود میاد اگر امکان در این انتخاب کار خطا بکنه یه کاری که خدا گفته نکن بکنه این کار ظلمه یعنی در جای خودش نیست هم به نفس خودش ظلم کرده بیش از همه ظلم به خودمونه مهم. ما خودمون رو باید بسازیم اصلاح کنیم مسیر خطا رفتن آدم رو بهش صد، صدمه میزنه مثالی که قبلا زدم آدم در خوردن به خودش ظلم میکنه زیادی خوردن خودش رو خراب میکنه داره چربی خون خودش رو قند خون خودش رو بالا میبره داره دستگاه گوارش خودش رو خسته میکنه فشار به خودش داره میاد پس هر خلاف و خطایی در مرحله اول ظلم به خودش انسان به طبیعت وجودی خودش ظلم میکنه و بعد به خانواده خودش نتیجه وقتی آدم دچار بیماری بشه به نزدیکانش هم ظلم کرده دیگه میگه تو به محضی که از این شجره بچشی یعنی راه خلاف و خطاش این, ش... اینم به صورت شجره است یعنی بانده. شبکه است یه سیستم خودخواهی فقط یه کار کوچیک نیست آدم در یک گردونه ای می میفته در یک شبکه در یک مم. در واقع تاروپودی قرار میگیره که آثار و عوارضی داره و دنبالش آدمو میکشه میگه تو اون وقت جز ظالمین خواهی شد یعنی از رده خارج میشی خراب میشه در واقع این سیستمت معنای این که این خلاف تو رو به ظلم میکشونه به این مستم. مفهوم هستش خیلی ممنون مرسی واقعا فیلم کنم که خیلی راجع به این خلقت آدم صحبت کردیم و شاید دوست داشته باشیم آخر سر بفهمیم بالاخره سرانجام این <تصفح> اقبت این کار آدم و حوا به کجا ختم میشه از نظر قرآن شاید واقعا خنده دار باشه ولی توی قرآن مطمئنا توضیحی داده شده و آیاتی برای این مسئله هست و اگه لطف کنیم به آیات اشاره کنیم و ببینیم بالاخره سرانجام آدم و حوا به کجا ختم میشه از ما بچه که بودیم مثلا سینما میخواستیم بریم اگر آخر فیلم مثلا به همدیگه نمیرسیدن اون قهرمان های فیلم خیلی ناراحت و غصه دار می شدیم دلون میشه همیشه آقابت به خیر بشن فیلم در واقع مشکلی نباشه آخر با نومیدی خط نشه در اینجا هم اشاراتی که میکنه متف... چیز متنوع البته بعضی جاها میگه که اینا به یک خداگاهی و شناختی رسیدن قالا ربنا ظلمنا انفسنا همه جا میگه دو نفر من در جلسه گذشته مثل اینکه این عرض کردم بله. اصلا مسئله این نیست که ستاره اصلی این ماجرا این سناریو آدم بوده همسرش مثلا شهروند درجه دو بوده همسر نفس دو داشته بله او باعث فریب به آدم شده مطلقا اینا نیست تو قرآن 48 بار در ده آیه همه جا میگه هر دوتا بعدم میگه هر دو به خداگاهی رسیدن قال ربنا ظلمنا انفسنا هر دو به این نتیجه رسن که به خودشون ظلم کردن این نه که به خدا ضرری زدن با. با این اشتباه و خطایی که کردن به اون شبکه به اون سیستم ابلیسی شیطانی به صلاح نباید نزدیک می شدن و این کار کردن این به خودشون ضرر زدن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا حالا اگه تو ما رو پاک نکنی اصلاح نکنی نپوشانی ما رو و ما را مشمول رحمت خودت بازآموزی خودت قرار ندی ما حتما ضرر میکنیم لنکونن من الخاسرین ما دچار خسران شدیم یعنی اشکال متوجه خود ما میشه در یکی از سوره ها این مسئله به آگاهی رسیدن احساس ندامت مهم. و پشیمانی رو مطرح میکنه در جای دیگه قرآن میگه فتلقا آدم من ربهی به کلماتن این به یه ارزش هایی به یک اصول مثبتی دست یعنی درست آدم خطا کرد از ما اراده ای نداشت ولی تلقی کرد یعنی یواش یواش به لقا به درک و دریافت کلماتی رسید منظور از کلمه نه الفاظ یعنی معنای تقوا رو خود کنترل رو شناخت معنای اینی که انسان باید مسلط بر خودش باشه نباید خطا بکنه به تدریج در... حالا ما نمیدونیم نه اینکه فرداش پس فرداش سالیانی گذشت انسان آگاهی پیدا کرد که و نباید این کار میکردم پس بر این تلقی کلمات به شناختن یواش باش رسید بعضی جا میگه سمج تباهو ما او رو اجتبا کردیم اجتبا یعنی نیروهای پراکنده یک کسی رو سامان دادن در زبان عربی مثلا فرض کنید یه جایی آب کمی از زیر کوه در میاد قطر قطر از یه جا خب این آب هرز میره به درد نمیخوره اگر توی مملکت خودمون به خاطر آورده باشین معمولا یه حوزچه یه استخری اونجا درست میکنن این آب باریکه که میاد جمع میشه توی استخری وقتی که زیرا میکشن این آب فراوانی که در طول یه هفته جمع شده حالا مثلا چند تا باغ و مزرعه رو میتونه آبیاری کنه قبلا اون آب هرز میرفت به درد نمیخورد آبی که مثلا خورده خورده داره میاد یا جمعوری مالیات رو میگن جبایت ها جبایت یعنی این ریال به ریال تومن به تومن دلار به دلار اینا هیچ کاری نمیتونه تو جامعه انجام بده ولی وقتی که با هم یکی میشه این یه قدرت مالی فوق العاده میشه که حالا میشه باش سرمایه گذاری زیادی کرد وقت ما عمر ما هم انرژی که داریم در زندگی تلف میشه هرز میره در واقع در صد جا سرمایه گذاری ما میکنیم سرمایه گذاری های عمر سرمایه رو، اگه اهل مطالعه هستیم پراکنده مطالعه میکنیم جهتدار نیست اگر فعالیت میکنیم تلاش میکنیم هدفی نداریم مثل اینکه مقصد خودمون رو نمیشناسیم از کجا آمدیم به کجا باید بریم چی کار باید بکنیم انسان تا هدفدار نشه یک قایتی یک آرمانی پیدا نکنه تو زندگی تلاشهاش در واقع همدیگه رو خونسا میکنه مثل در واقع علیاف نخ پنبه نیست که یه جهت وقتی پیدا میکنه استوار میشه میگه آدم به یک مرحله در واقع هدفداری رسید سمچ تباه و اجتبا به این مفهوم در زبان عربی آدمی که سامان پیدا کرد روانش هدفدار شد جهت خاصی پیدا کرد فهمید چی کار باید بکنه برگشت به سوی خدا و او دیگه یک سرنوشت دیگه ای رو پیدا کرد یعنی در واقع با یک خطا و خلافی در این آزمون تجربه و خطا آدم تونست که گام بلندی به پیش بگذاره و بعد در سوره های دیگه گفته این از انبیا شد در واقع ان الله استفا آدم ها. آدم رو تصویه کرد خدا و بر همه عالمیان عالمیان زمان خودش معاصر خودش در واقع او رو برگزید پس در واقع پایان این ماجرا هم یه پایان شیرینی هستش نشون میده بنی آدم یعنی انسان اولیه در این ماجرا درست خطا کرد اشتباه کرد ولی گامی به جلو گذشت خیلی ممنون ما واقعا به انتهای این داستان بسیار جالب و آموزنده قرآن رسیدیم ولی من برای اینکه واسه بیننده های عزیزمون این بیشتر مشخص بشه ما راجب آدم به طور عموم صحبت کردیم و میخوایم یه مقدار اگه میشه شما توضیح بدین راجع حضرت آدم به خصوص صحبت کنین اگه این آیات واقعا که بیننده های عزیز و کسایی که واقعا با قرآن آشنایی دارن این اشتباه پیش نیاد که آیاتی که مربوط به آدم صحبت میشه همون حضرت آدمه و جاهای مشخصی راجع حضرت آدم صحبت شده این اگه لطف کنین یه توضیحی بدین برای بیننده عزیز من یک سوال دیگه دارم بعد میتونیم تموم کنیم خواهش میکنم ببینید ما ممکنه که فرض کنیم راجع به سگ داریم صحبت میکنیم راجع به گربه راجع به اسب یه وقت هست که راجع به یه سگ خاصی هست داریم صحبت میکنیم یه وقت هست راجع به سگ نوع سگ داریم صحبت میکنیم نوع اسب نیست بله پس هر دو حالت ممکنه بشه ما هر دو رو میگیم سگ دیگه برد. چه سگی که تو خونمون هست چه نوع سگ داریم قرآن وقتی که داستان آدم رو با فرشتگان مطرح میکنه که خدا به فرشتگان گفت به آدم سجده بکنید آخه این آدمی که میگه کوچکترین از درش پیدا نکردیم بله. بی اراده بود خطا کرد خلاف کرد که خدا نمیگه به کسی که خلاف و خطا میکنه که همه فرشتگان جهان در خدمت او باشند مهم. پس داره نوع آدمی رو میگه یا در این داستان که به آدم گفتیم در بهشت اسکان داشته باشند بحث نوع آدمه آدم اراده پیدا خل. کرد آدم خلاف کرد آدم برش بدیها آشکار شد قصه یک شخص مفردی در تاریخ خب به درد ما به چه درد میخوره بحث یه نفر نیست بحث نوع آدمیه ولی این به اون معنام نیست که کسی هم به نام آدم نبوده در بسیاری از موارد در واقع اون شخص داره تأکید میکنه بالاخره در بین این جمع یک کسی بالاتر آمد بله. او برگزیده شد انتخاب شد میگه ان الله استفا آدم و نوحا و الی علال عالمین از بین مردم عالمی که بودند این یکی برگزیده تر شد اسم او هم آدمه مه. همطور که مثال من سگ و اسب رو زدم بله یعنی کسی یک دقت بکنه خیلی جاها داره راجع به آدم صرف نظر از اینکه یک شخص بوده یا زن بوده یا مرد بوده صحبت میکنه آدم رو داره میگه نوع آدم بله. بشر رو آدمیت و انسان رو داره میگه یه جام هست که بله همون شخصی که به نام آدم بوده بله. اینا با هم باید توجه داشت که دو چیز این دو موضوع من به خاطر همین این مسئله رو بهش اشاره کردم و هم تو که واقعا از نوشته خود شما من یاد گرفتم اینه که اشاره کردین توی یکی از نوشته هاتون که در سوره های سگانه تاها و بقره و اعراف آیاتی هستش که نشون میده که آدم از اینکه سرپیچی کرده و پشیمان میشه باید. و به توبه و, بر این و نتیجه این اعمال پشیمانیش اینه که میاد اظهار توبه و ندامت میکنه و باز میبینیم که خداوند همیشه م. توبه رو قبول کردن و واقعا اینم یک درسی بود که به نظر من میتونیم از این سناریو یاد بگیریم و در زم آدم و با حضرت آدم بله. یکی ندونیم نظر بله. شما هم فکرم. چون که بله من از شما یاد گرفتم بله بدهتم. خواهش میکنم بله. دیتالای این ماجراست که چطور همباره امکان بازگشت برای انسان هست شما در یه جاده ای دارید میرید در یک اگزیت اشتباهی خارج میشید بل... ولی خب متوجه میشید بعد از یه رب نیم ساعت که خطا رفتین تغییر میدین جهتتون رو برمیگردید مسیر اصلی رو طی میکنید اه خب اه این خودش یه نکته خیلی مهمه بله. که چه مکانیزمی در انسان هستش و چه لطفی خدا کرده که انسان هر وقت تغییر مسیر بده باز, باز هم میتونه برگرده این نیست که حالا من یه عمری خلاف و خطا کردم آخه چطور ممکنه که 50 سال 60 سال اشتباه و خطا کردم حالا فرض کنید در 6 ماه یه سال دو سال آخر عمر شده میخواد برگرده چون همه چی به قلب انسان برمیگرده بله. اگر واقعا کسی چون توبه لفظ نیست به زبان نیست که دل آدم یه ساز دیگه ای بزنه به زبانش بگه خدای من برگشتم اگه واقعا دل کسی متحول شده باشه نادم و پشیمون شده باشه قصد رجوع مجدد به اون کار نداشته باشه خدا که بهتر میدونه که این زبانیه یا واقعی هست یه عمرم خلاف و خطا کرده باشه وقتی برگرده بنابر وعده هایی که در قرآن داده ده. یا در معارف دینی هست این در واقع مثل اینکه تازه متولد شده یعنی مهم تحول درونیه یه چیز فیزیکی و بیرونی نیستش بله. و دوستان عزیز اگه راجع به این نکته بخواین در قرآن بررسی کنین میتونین آیه شماری 122 سوره تاها و 37 سوره بقره و 26 عراف و مطالعه کنین و اگه سوالی براتون مطرح شد باز میتونین به ما تلفن کنین یا ایمیل بفرستین حتما به سوالات شما پاسخ خواهیم داد من فکر کنم هنوز یه مقداری وقت داریم اگه اجازه بدین داستان آدم و حواره که تموم کردیم ولی بیایم حالا را راجع به این صحبت کنیم که در قرآن اشاره شده به فرز دو فرزند آدم چون حالا توی این جریان هستیم اینم شما توضیح بدیم دیگه بیشتر از این خستتون نمی بله درسته خود اینم اصلا معلوم نیست که منظور از دو فرزند آدم بله. مثلا دو تا پسر حضرت آدم داشته یا داره میگه که دو جریان دو فرزند آدم دو خط فکری دو عملکرد کرد وجود داره البته ظاهر داستان دو فرزند حضرت آدمه ولی بل. پندی که میخواد بده یا درسی که میخواد بگیره مثل اینکه بیش از اونه نه به عنوان یه قصه تاریخی که یه جناب آدمی بود و دو تا پسر داشت و یکیش اینجوری بوده که اونجوری بود میگه وطل علیهم هم نه ابنه آدمه بلحق داستان دو فرزند آدم رو برای انسان ها بیان بکن از قربا قربانن هر دوشون خواستن که به خدا نزدیک بشن یعنی یه کار دینی خواستن بکنن مم. تقرب یعنی از خود بیرون آمدن به نزیک خدا نزدیک شدن خود. به تعبیر امروزی این که خواستن یه کار خوب بکنن یه احسانی بکنن به دیگری خدمتی بکنن خب میگه غربا قربانن چیزی رو مثلا تقدیم قربانی کردند مال یکیشون به نتیجه رسید یکی نرسید ظاهرش اینه که فتقب من احد ما از یکیشون قبول شد از یکی نشد نگفته خدا یکی رو قبول کرد یکی رو نکرد یعنی میگه اینطور اتفاق شد مثل اینکه بگیم دو نفر میخواستن وزن کم بکنن یکی وزنش کم شد یکی نشد چرا مال یکی کم نشد برای که خودش گول زده بود نهار و شام به قول یکی از دکترا میگه بعضیا خودشونو فریب میدن نهار و شام نمیخورن برای وزن کم کردن بعد میرن اینجا شیرینی مفصلی میخورن شش تا مثلا شکلات میخورن نمیدونه اون چی که خورده به مراتب از اینکه یه شام و نهار مثلا معمولی میخوردیم بدتر کلسترولش میبره بالا نیست بله. یعنی رعایت اون چی که لازمه وزن کم کردنه اون یکی نکرد خب لاغر نشد نیست؟ بله یا فرض کنید که دو نفر میخوان ورزش بکنند خب یکی رعایت میکنه مناسب ورزش میکنه یک کسی بلد نیست آداب ورزش کردن یا دو نفر میخوان درس بخونن یکی آداب درس خوندن واقعی رو رعایت میکنه چیزی میفهمه یکی فکر میکنه فقط حضور در دانشکده در کلاس خود این دانشمند میکنه او رو به مدرک میرسونه نه اصلا گوش نکرده تقربی که تو اون داستان داره میگه یعنی به خدا نزدیک شدن ما کی به خدا نزدیک میشیم موقعی که از خودمون دور بشیم خود یعنی خودخواهی ها خودبینی ها خسیس بودن هرس حسد کینه خب میگن اون دوتا قربانی کردن یکی شکل قربانی رو انجام داد حالا میگن دوران کشاورزی بوده یکی از بهترین گندمش رو مثلا داد به گرسنگان به مستمندان بهترین نان و پخت و بهترین خدمت رو کرد یکی از نان کفک زده یه مثلا دور ریختنیش یا گندم های زنگ زدهش بعضی ها میگن نه در دوران مثلا دامداری بودن یکی اون گوسفند اون قوچه مثلا چاق و خوبش و واقعا از خودش مایه گذاشت اون یکی یه بوز شل نمیدونم مردنیش رفت داد یعنی ظاهر هر دو اینه که هر دو این کار کردن دیگه داره دو جریان میگه میگه دو نفر کار دینی میکنن میخوان از خودشون بیان بیرون به خدا نزدیکشن یکی هنوز تو خودخواهی های خودشه دور ریختنی‌ها رو میده به دیگران اه که بر خودش نمیپسنده یکی از بهترین اونچه که داره میده. داره داستان دو فرزند آدم رو در یک مسیر معنوی تعقیب میکنه یکی به صورت سوری ظاهری، شکلی داره کار اخلاقی انجام میده، کار دینی، یکی عمیقا از خودش آمده بیرون، تقرب به خدا، قرب خدا یعنی به اون نزدیکی خدا سرچشمه اخلاقیاته. خدا رحمت داره ما بخوایم به رحمان نزیب بشیم واقعا باید مهربون بشیم ادای مهربونی که نمیشه در خب یه درسش اینه که تنها شکل کار دینی اخلاقی نیستش محتوا متره با. بعد میگه خب مال یکی قبول شد یکی نشد اصلا نمیگه خدا قبول کرد یا نه به صورت فعل مجهول آورده درست مثل اون درس خوندن یا بس کم کردنی م. که من عرض کردم عدم رعایت تقرب به خدا نظامات تقرب به خدا اولی بد رو حسادت میفته حالا اسمش هم تو قرآن نیورده حالا بعدا میگن حابیل و قابیل بودن اگه لازم بود قرآن میگفت اسم مهم نیست مهم یک نحوه زندگی هست تهدید میکنه اولی دوبار می که من تو رو میکشم حالا چی رو داره نشون میده؟ مسئله حسادت رو ما فکر میکنیم موتور محرک تاریخ بعضی گفتن اقتصاد بعضی گفتن قرائز سرکوب شده جنسیه ولی اون که تو این آیه داره ریشه تاریخش رو بیان میکنه میگه حسادت یک موتور بسیار نیرومنده از همون اول آغاز شده در ابتدای تاریخ میگه من تو رو میکشم چرا مال تو موثر واقع شد با. مال من نشد چرا تو قبول شدی من نشدم از آغاز داره داستان یوسف هم که تو قرآن اومده حسادت ها رو داره باز میکنه نکته جالب اینه که این برادر دومی میگه که تو اگه دست دراز بکنی بخوای منو بکشی لئن بسدت يدك الى يل تقتلني اگه تو حتی دستت هم دراز کنی منو بکشی ما انا به باست يدي اليك من هرگز دستمو دراز نمی کنم تو رو بکشم این داره به ما یه آموزشی میده چرا توضیح میده چرا این کار من نمی کنم میگه انی اخاف الله رب العالمین من برای که اون خدایی که ارباب عالمیان از اون میترسم ما چطور به خودمون اجازه نمیدیم حتی دستی به سر بچه کوچیکی که مالی کسی امسایه بکشیم سو میکنه تو چه حقی داشتی دست بزنی تا به بچه من به ماشین کسی حق نداریم دست بزنیم به خانه کسی یه نگاه که ناپسند باشه حق نداریم بکنیم ما چطور حق داریم که جان یه کسی رو بگیریم دومی میگه تو اگه بخوای منم بکشی من اصلا دستم رو دراز نمیکنم برای من از خالق تو میترسم یعنی تو متعلقه به یک آفریدگاری هستی تو که بی صاحب که نیستی در واقع انی اخاف الله رب العالمین ببین این دیدگاهه یه وقت هست که ما به خودمون اجازه میدیم هر خلاف و خطاب و خیانتی بکنیم هر کاری رو متکب بشیم یه حالت اینه که ما بگیم انسان ها صاحب دارن جهان بی صاحب نیست بی مراقب نیست یک ربی یک گرداننده یک لرد به اصطلاح سینیور یک چیزی جهان وجود داره اینا متعلق با ما نیستن نه گیاه رو میتونیم از بین ببریم نه به حیوانی ظلم بکنیم انسان هم صاحبی دارن دومی داره این منطق رو مطرح میکنه با. تو این کارو میکنی ولی من حاضر نیستم جان تو رو بگیرم اصلا دستمو دراز نمیکنم این داره به ما چه پیامی میده و بعد میگه چطور این کشت او رو برای اولین بار برادر کشی در تاریخ میگه فتوعت له نفسه قتل اخیه نفس این انسان کشتن برادر رو که زشتترین کار براش خوب جلوه داد تبعت یعنی با تو و خودشو فریب داد خودشو گول زد یعنی از روی حسادت از روی حسادت یعنی میخواد بگه چطور بشر خود فریبی داره چطور زشتترین کار رو که کشتن برادره برای خودش به عنوان این راحل قضیه است تبعت له نفسه مهم. نفسش این کار رو با تو و برای خودش توجیه کرد و بعد پشیمان شد وقتی این کار گذشت یه مرتبه گفت وای من چه کردم برادرم رو کشتم و بعد وقتی میبینه در طبیعت یه کلاقی چگونه اون گردو رو اون دانه رو زیر زمین میگه رو دستش موند سوعات یعنی این جنازه برادر موند که حالا چیکارش کنم این رو آبرون میریزه آشکار شد این برای اولین بار جنایت اتفاق میفته در تاریخ و بعد میبینه که اون کلاقه تو چیز کرد مخفی کرد تازه یاد میگیره که چطور میشه پوشوند یه چیزی رو بله. برای اولین بار پوشاندن یک خلاف و خطاب و خیانت مطرح میشه به دنبال این ماجراست درسی که قرآن میده میگه من اجل زالک کتب علی بنی اسرائیل بر بنی اسرائیل در کتاب تورات که اولین کتاب مدون در واقع دینی تاریخ هست درست ابراهیم هم برای خودش صحفی داشت ولی امتی نداشت حضرت ابراهیم یه پیامبر فرازمانی بود در واقع فرامکان برای اولین بار حضرت موسی جامعه ایمانی رو تأسیس میکنه در سایه تعالیم گرانقدر تورات میگه برای اولین بار در تورات ما اینو مقدر, مقدر کردیم اگر کسی یک نفر رو بکشه مثل اینکه همه مردم رو کشته اگر یک کسی یه نفر رو احیا بکنه مثل اینکه همه مردم زمین رو یعنی مسئله یه کمیت مطرح نیست کیفیت مطرحه یعنی اگه کسی به خودش اجازه بده که خون یک نفر رو بریزه خون همه رو هم میریزه اگه منافعش ایجاب بکنه اگه به خودش اجازه بده دزدی یک دینار بکنه به خودش اجازه خواهد داد که یک میلیارد دلار هم بکنه ما دنبال کمیت ها هستیم که میگیم آفتاب دوز که مثل نمیدونم اون کسی که بانکو زده نیست در حالی که نظر خدا میگه گذشتن از یک مرز تو اگه تلاش کنی که یک انسان رو نجات بدی مثل این که بشریت رو نجات دادی کمیت مطرح نیست برای انسان رسیدن به یک لول هایی یک ارزش هایی است که نباید از اونجا خطا بکنه نباید از اونجا بره یعنی داستان دو فرزند آدم هم به عنوان حالا نسل دوم اولین تجربه که بشر چگونه میکنه و به قتل و کشدار میکشه و دو جریان یک جریان مراقب قانون و نظامات خالق و یک جریانی که تد تاثیر قرائز شیطانی قرار گرفته و به جنایت دستش آلوده میشه حالا فرصتم نیست که بیشتر این رو باز بکنیم خیلی ممنون مرسی مثل که وقتمون دیگه داره تموم میشه خیلی ممنون از بیننده عزیز برنامه پرتو نور که به ما توجه کردین و خیلی ممنون که شماها واقعا به ما با تشویقاتون به ما اجازه میدین که این برنامه رو ما ادامه بدیم و بسیار از شما سپاس گذاریم که تشریف میاریم و این به این برنامه ای ما و واقعا بیننده ها خیلی علاقه من شدن به برنامه نور و بیشتر الان دنبال میکنن چون خیلی براشون سوالاشون رو دارن جواباشو پیدا میکنن برده. خیلی ممنون منم نسن. خیلی متشکر هستم همین طرح سوالات باعث میشه که خود منم فکر کنم ببینم خب بیشتر تمرکز و توجه به این آیات بکنم و امیدوارم این سه جلسه بحثی که درباره همین سناریوی خلقت انسان و داستان نمادین سمبولیک داستان استورعیه در واقع اجداد ما هست پیشینیان ما در قالب این قصه های دینی متشکرم از توجهتون حوصلتون و صرف وقت و دقتی که کردین و امیدوارم که در این مجموعه بر حال یه گوشه های تاریکی حداقل تا یه حدودی روشن شده باشه و امیدوارم که با تفکر و تلاش و به حال پیجوی خودتون این قضیه رو بتونیم که روشن ترش بکنیم خیلی ممنون همه شما رو به خدا بزرگ می سباریم. تا برنامه بعدی <applause>